ابروی هویج دسته دارد، آلوچه دل شکسته دارد. بانچه فریاد خیار اگرچه شور است، نزدیک ته خیار دور است. وقتی که الاغ توی کاسه است، دریاچه غروب صبح ماسه است. یعنی چی؟ ماهیچه که آخرش چه دارد؟ در کوچه شب کلوچه دارد. یعنی چی؟ خیلی یا پرمغز یا بیمعناست. شروار شکستنی ندارم من، باز من بازم و بستنی ندارم. عجیب، مثل این که تشویق بردن. سلام عرض کردم استاد. به 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 خیلی خیلی خوش اومدید. قربان شما، بفرمایید. مشرف فرمودید قربان، مشرف فرمودید. به 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 خیلی خیلی خوش اومدید جناب فیض. من اتفاقا داشتم این شعر، خواهش میکنم این شعر معروفتون رو میخوندم که نمیدونم بستنی ندارد و همش معروفه. بله بله. فقط اینو میشه که خودتون ادامه بدین و تفسیر بفرمایید. آنجا که جزیره میزند جر، موی سر خر نمیشود فیر. این یه مدلی از شعر گفتن بوده، یک شیوهی بوده که قدما هم داشتن. شعر بیمعنی گفتن. آها. یه شعری بگیم که هیچ معنی نداشته باشه. بعد به این جهت این کارو میکردن که تصور این بود که زبان فارسی یا برخی از زبانها بله. یه ساختاری داره که هر جوری ارکان جمله رو جابجا بکنی بیمعنی نمیشه. بازم مثلا یعنی سخت معنایی پیدا میکنه. سخت شعر بیمعنی گفتن. بله. مثلا بله. تلاش میکردن که یه جوری بگن قوافی درست باشه، ردیف قافیه‌اش درست باشه، وزنش درست باشه. بله. ولی معنی نداشته باشه. یه بله. تفننی بوده. شاید بله. کمکی هم به ادبیات نکنه این کار. بله، تفننی. قبل از اینکه جناب نشرزاده تشریف بیارن، بله. یک فیلمی رو تهیه کردن. اگر اجازه بدین من اینو براتون بذارم قربان. یه ملاحظه بفهمید ببینید چطوریه. شاعری جذاب و شیرین بیان، شعر جدی هم دارد، اما تا توانسته نگذاشته طنز شعرش را به سمت سیاست خرکش کنند. گفتم بروم بانک کمی وام بگیرم، پشتم بشود گرم که آرام بگیرم. عاشقانه های با طعم عرفان هم دارد. عزیز نسیم میخوانده و اطرافیانش میگویند شبیه شعرهایش شده یا شعرهایش شبیه او شدند. الله اعلم. گفته او شاید ازدواج کند، گفته شاید، نگفته باید که. اینجوری هاست خلاصه. به آب روشن می عارفی طهارت کرد و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد. بله. آقا سلام و عرض ادب ارادت جان. سلام، خیلی ممنون. خبر ندید جناب؟ بله، مخلصیم. خیلی مخلصیم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. به آب روشن می عارفی طهارت کرد و رفته رفته به این کار زشت عادت کرد. این کجا منتشر شده بود؟ یادم رفته هستن. توی مجموعه هست؟ بله هستش. بله. تو اینجا هست. بله بله. خوبی شما؟ قربان شما. خیلی ممنون. نداشت ولی من به شدت حال می‌کردم بخونم. من رفع زحمت می‌کنم. شاغلام در خدمت شما. بفرمایید در خدمت شما برم. استاد امشب می‌خوایم خلاصه از فرصت حضور شما استفاده کنیم که مغتنمه. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. من ماندم اینجا که حرام است حلال است. اینم من چند تا کار نقیزه دارم از حافظ. حافظ خیلی ظرفیت داره برای نقیزه کردن شعراش، چون اون بسیار از یه دغدغه‌های جدی صحبت میکنه. شما ایرانی میره با دغدغه‌های امروزی مثلا میذاری کنار میکنی. اون نو ردیف و قافی و فلان، این تضاد تناقضی که ایجاد میشه خیلی جون شیرین در میاد. آره، شاید تو این بحث تناقضه که یه جورایی بشه اساس و پایه طنز. من بد نشستم که این مرفعین بی درد و اینا خیلی خوب بشه اون رو پایه و اساس طنز دونست و این عدم تجانسه که ازش میشه خیلی وام گرفت و استفاده کرد. اینجا تو تلویزیون ساعت خوش
شاید آغاز یک طنز این شکلی تصویری بله. بود. کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ هول نش. یه بار دیگه نمیدونم. نه گوش کن. کامیون 18 چرخ چند تا چرخ داره؟ 18 چرخ. به سوال من اگه دقت کنی میگی 18 چرخ. 18 چرخ. هول نش. اصلا بسیاری از اون بخش هاست یا فارسی رو پاس بداریم بخش آیتم نمیدونم این از همین تضاد و تناقضه بود. مثلا یه شخصیتی میومد یه همه فکر کنید چه موجودیه، مثلا مهندسیه، دکتریه، با لباس شیک و قدم میزد میرفت، یه مرتبه رفت کنار یه ماشین، دان ماشینش هم قشنگه، این آدم چی هست؟ داد صندوق عقب ماشین رو باز کرد، دیدم عقب ماشین پر از جنسش، شروع کرد کف زدن و بدو حراجش کردم فلان. این تضاد تناقض با این شخصیت، یعنی بسیاری از این بخشایی که ساخته مثل یاد یا تو مرد 2000 چهره بود 2004 بله. اونجا هم مثلا تو هواپیما، کابین هواپیما نمیدونم اون بود که جای نظم و دقت دیگه، تو کابین هواپیما کباب. سفر به همین چیزاش روز بهانی جان. کاپیتان ببخشید، این دود و جرقه و اینا برای کابین خطرناک نیست؟ نه عزیزم، بیا نونتو بیار، یه تیکه نون بکن. میبان. یعنی این تضاد تناقضا رو ازش جذاب خیلی میکنه کارو. خیلی ازش استفاده کرده که شما هم خیلی خوب استفاده میکنید. چون اصلا اینو ببینید معیارهای طنز رو ندونید، باید فقط با تکیه بر بامزگی خودت شعر بگی مثلا در نمیاد. چهار تا چیز بامزه میگی تموم میشه. شاگردا رو باید بلد باشن. چی شد که ناصر فیض شاعر شد؟ والا من خیلی دیر شعر گفتم، شاید 27 سالم بود که خیلی ها چند تا مجموعه چاپ کردن. من تازه خیلی جدی چیکار کردید قبلش؟ جدی گرفتم. زندگی زندگی زندان. بله زندان که خب من 18 سالم این حدودا بود. بعد خب سر و صداها و مبارزات و این تظاهرات اینا شروع شده بود دیگه یواش یواش. خب من شرکت میکردیم دیگه، شرکت میکردیم. بعد تا یه موقع دیگه نزدیک چند ماه به انقلاب مونده بود، خب خیلی دستگیری ها زیاد شده بود اینا، شما هم گرفتن؟ بخوابونن منم دستگیر کردن. البته من چیکار کرده بودین؟ ببین من پدرم رفت مکه، هر سال میرفت مکه، اونجا بعثه داشتن و تشکیلات و که هر سال. بعد من پدرم که رفت خیلی آزادتر شدم، چون پدرم یه مدار نگران، مثل همه پدران نگران بچه‌شان، کاری نکنی که دردسر درست کنی برای خودت فلان، ملاحظه میکرد. من شما پدر... رو میشناختم. آره من که پدرم رفت آزاد شدم. چون یکی از دوستای پدرم، حالا اسمشو نگیم بهتره، یکی از دوستای پدرم هر جا منو میدید تو شهر میاد، پدرم میگفت که مثلا ناصر دم حرم دیدیم مثلا توی راپورت میداد، داشت شعار میداده مثلا. من توجیه میکردیم، پدرم نمیپذیرفت، میفهمید که دارم بی ربط میگم و اینا. خلاصه وقتی ایشون رفت مکه من دیگه آزاد شدم، یعنی دیگه کسی به من نمیگفت چه کار میکنی و یه مقدار گسترده تر این کارا رو میکردیم و تظاهرات شرکت میکردیم، کارهای ایزایی میکردیم، مثلا سر و صدا بکنه و کار ایزایی چیزای... یعنی چی؟ از این چیزایی که این زمان این بچه های به صلاح از این کارها میکردن میرفتن سراغش دیگه. مثلا این چیزایی مثل یادم میاد این رنگای پیف پافی بود رو دیوارا مینوشتن مرگ بر شاه فلان اینا، اینا رو مثلا اون بودین جعبش قوطی خالیشه دور نندازن، اینا می آوردن دیگه. پدرم هم نبود آزاد، هر که با موتورم رد میشم تو بالا پشت بونه ما مثلا به چه درد می خورد؟ مثلا با اینو وقتی آتیش می‌زدن یه لاستیکی چیزی رو اینو مینداختن روی این صدا بده، بعد این فقط صدا میداد که یه مقدار چیزی ایجاد میکرد، ممکنه حداقل مثلا فرصت پیدا کنن که بخواد مامور دنبالش دویده فرار کنه، بخاطر این صدا یه مقدار توقف در این کار ایجاد بشه و اینا. به هر حال همه این چیزا باعث شد که اخیراً هم دیگه نزدیک به انقلاب هم شد، خیلی یاد گرفته بودن که سراحی می ساختن. سراحی هم کار نارنجک رو می کرد دیگه، منتها اغلب اینا فقط برای مثلا ایجاد وقفه در مثلا حمله اونا به این تظاهر کننده ها بود، یعنی باش کسی رو نمی کشتن، باش فقط بیشتر برای اینکه این صدا ایجاد کنه، این انفجاره باعث بشه. خاطره بامزه خاطره بامزه‌ای دارید از اون دوران؟ خب خیلی از اینا دارم که ببین من عرضم اینه که اینجا بعد از اینکه این دستگیری کردن منو مثلا خیلی تعجب کرده بودن که چیه این داری؟ اینا چی کار می‌خواستی بکنی تو این خونه داری؟ من یه سری از اینا رو نتونستم
چی کنم پنهان کنم که رئیس حکومت نظامی کمال نظامی با به اصطلاح 12 تا جیپ و یه دونه ریو ارتشی و اینا اول اومده بودن خونه رو. بابام خدا بیامرز حج بود. بله اول اومده بودن خونه رو، مثلا رفته بودن بالا پشت بون کوشه وایستاده بود همه رو کنترل کرد و بعد درو زده بودن که اومد بیرون به من گفتش که ما به احترام حاج آقا خونه رو نمیگردیم، شما مثلا فلان چیز که توی ساک این آبی رنگ بوده امروز آوردن تحویل شما دادن اونو برو بیار. یه چیزی رو آورده بودن تحویل من داده بودن که با این از همین چیزا درست میکردن اینا. من گفتم نه، نجات تو اینه که بگی نه دیگه، اگه بگم آره. بعد گفتم که نه من چنین چیزی ندارم. بعد بالاخره اونو به پدر من احترام نذاشتن، اومدن داخل و بعد گشتن و پیدا کردن و یا حکمی هم براتون بریدن. آخه ببینیم، ما دو نفر بودیم که متهم ردیف اول بودیم، اشد مجازات رو برای میخوان دیگه، برای کسی که جرم اقدام جرم اقدام علیه امنیت کشوره، اقدام علیه امنیت کشور اشد مجازاته دیگه، از اون کمتر راضی نمیشن. بعد چون یه نفر دستش منفجر شده بود نارنجک که گرفته بود فقط ایزایی سر و صدا بکنه، این رفته این باز کرده ببینم چی توشه، بعد موقع بستن این داغ شده و منفجر شده. نارنجک شما داده بودید بهش؟ سراحی بود دیگه، سراحی بوش و در بوش بود اینجوری. این باز کرده بس او به گیره اینو با آچار فرانسه افتاده بروش، بس این داغ شده بود با سقف و فلان، اینا دستش قطع شد. بعد اینو که دستگیری کردن، این نمیخواستم، خیلی هم آدم چیزی بود ظاهرا اونجا متوجه شده بودن کیا دیگه هستن و فلان. چجوری متوجه شدن؟ حالا یا ازش مثلا پرسیده بودن یه جوری از زیر زبونش در آوردن، به هر حال متوجه شده بودن که این تنها نیست. حالا خودش هم به احتمال زیاد خودش مستقیم که نگفته اسم بده فلان، با ترفندایی که بلد بودن تحتشو در آورده بودن دیگه، که بعد گرفتن خیلی ها رو دستگیر کردن. 5-6 نفر بودیم و اینا که یکیشم من بودم. الان بعضی از اونها فوت کردن مثلا در اثر اتفاقی، مثلا جبهه رفتن مثلا اونجا شهید شدن اینها. تو خانواده کسی اهل شعر بود؟ پدر من مدل شعرهایی که ما میگفتیم و خیلی باش، چون ذهن برای همین مخالف بود با شعر گفتن شما. یه روز من داشت نشسته بودم توی اتاق و داشتم شعر میگفتم، پدرم اومد ساعت 12 شب، من نخوابیدم، اومد گفتش که چه کار داری میکنی؟ گفتم که دارم شعر میگم. گفت آخه ساعت 12 است، الان صبح میشد فلان اینا. گفتم که به هر حال تموم شد. چشم رفت اومد، دو سه بار رفت اومد، دیدم ول نمیکنم، هنوز دارم کارم که. آخر گفت بخون ببینم چی نوشتی. ما هم یه شعر سپید مانند نوشته بودیم که پدرم مثلا متنفر از شعر سپید و اینا، چون میگم ساختار ذهنی بله. شعر قدمایی و کلاسیک. بعد من با ترس و لرز مثل سرباز صفری که مثلا جلوی سرهنگ باید یه چیزی رو پاسخ بده که مثلا چرا غیبت کرد، من شروع کردم به خوندن. یه نگاه کردم پدرم، دیدم سرشو داره با علامات تأسف هی اینطوری میکنه اینا. بعد که شعر تموم شد گفت، ساکت شدم، گفت تمام شد؟ گفتم بله. گفت این شعر بود مثلا؟ گفتم بله. گفت پاشو لاقل بخواب، لاقل یه کاری کرده باشی. از خودتون و شعرهاتون بعدن کسی شکایت نکرد؟ شکایت از شعر نه، من کسی رو هجو و اینا کردم یه موقع، مثلا یه موقعی که کمتر کیو طنز دوست ندارم بگم. آره، چون از شاعرای سرشناس کشوره، بعد آدم خوبی بود، خیلی خدمت کرده تو شعر و اینا. من از سر یه چیزی ناراحت بودم، یه هجو کردم، خیلی پیچید همه جا اینور اونور. یادم یه بار مرحوم سید حسن حسینی به من گفت آقا این شعر رو بیا یه بار تو جمع بخون، بعضیا فکر میکنن اینو من گفتم. هی به من میگن یه نشونه‌ای داره که شو. بس حجم هم میگید مفصل. آره، آخه یه موقع حوزه هنری این دفتر طنز نبود، طنز پراکنده برای هم دیگه یواش میخوندن پشت در گوشه هم میخوندن، صاحبش معلوم نبود. اینجا که به قول شما صاحبش پیدا شد، یواش یواش بچه‌ها یاد گرفتن یه چیزهایی بگن که بشه تو جمع خوند. الان از اون ادبیاتو نمیشه هیچ کدومشو خوند؟ نمیشه به اون شکل. اگه میشه گفت بفرمایید. مثلا من ببین، من با شهرام شکیبا یه چیز داشتیم، روزنامه روزگار نو بود یا نمیدونم چی بود، یادم رفت. ابرار.
ابرار بود، ابرار هفتگی. ما اینجا سردبیر گفت آقای میرفتا گفتش که یه هفته 5-6 تا رباعی شما بگو، یک هفته شهرام شکیبا بگه، بعد همدیگر رو به قول معروف کل کل کنید با هم اینا. دیدیم خیلی طرح خوبیه، شروع کردیم به گفتن. مثلا من برای شهرام نوشته بودم که او گرگ نبود، بنده گرگش کردم، در جامعه شاعری سترگش کردم، باید نرسد به پای من اشعارش شهرام که من خودم بزرگش کردم. بعد این یکی دیگهش مثلا این بود که سردبیر اینه بیادبیم که از شهرام گفتش که یه کاری نکن تو بشی عارف و من بشم ایرج و فلان، دیگه داستانشو میدونید و فلان، از این شوخی ها کرد و اینها. بعد سردبیر گفت یه ذره رعایت کنید مثلا فلان. من نوشتم بلفرض که در مضیق مطلب باشیم، گفتیم مواظب مخاطب باشیم، من بیادبی نمی کنم، زور نزن شهرام، قرار شد مؤدب باشیم. بعد یکی این بود، مثلا یکی یه بار دیگه بازم اون شعر گفت، من خواستم بگم تو شاعر نیستی فلان، اونم شوخی های خوبی میکرد، من تو مال اونو واقعا یادم نیست بخونم. براش نوشتم گفتیم که شعرسازیش را بکند، بنشیند و تکنوازیش را بکند، سنگی هم اگر به شیشه ما زد، زد، بگذار که بچه بازیش را بکند. بعد همش یه چیزایی بود که بعد آقای شکیبا هم جواب میدادن؟ آره جواب میدادن. چیز خاطرتون مونده؟ نه واقعا، من انصافا بعضیاش خوب بود، اصلا میگرفت که جواب. یکی دیگه بود که گفتم کس هر چند که اشعار تو خوش غالب نیست، دیگه یه ذره پامون اونورتر گذاشته بودین، گفتیم که هر چند که اشعار تو خوش غالب نیست، کس مثل من ای دوست تو را طالب نیست، با پای خودت به خانه ام آمده ای، شهرام بیا تو دم در جالب نیست. مثلا شوخی های تا این حد، انقدر از این شوخی ها کردیم یه چیز شد، روزنامه رو بستن. یادی کنیم از آقای شهرام شکیبا، انشالله که در صحت و سلامت باشن، هم خودشون هم خانوادهشون.